سلام به همه شنوندگان عزیز مجموعه پادکست‌های از سواد سام بپرس. من سید سلال موسویان میزبان شما در این پادکست هستم و خانم خدیجه کلاکی به عنوان مهمان همراه ما هستند. سلام خانم کلاکی. سلام خانم موسویان و سلام به همه شنوندگان عزیز این پادکست. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم. خواهش میکنم. خب موضوع امروزمون درباره دوره‌های سنی مختلف و صحبت پیرامون اونها هست. پس بیایید که شروع کنیم. کلاکی عزیز، در ابتدای بحثمون یه توضیح مختصر در مورد دوره‌های سنی به ما میگید؟ بله حتما. دوره‌های سنی مختلف به عنوان دوران‌هایی از زندگی انسان با یه سری ویژگی‌های متفاوت همراهه. هر دوره سنی ویژگی‌هایی از جمله نیازهای فیزیکی، شخصیتی و اجتماعی خاص خودشو داره. همینطور دقت کنید که دوره‌های سنی مختلف با ویژگی‌های خود در قالب تغییرات فیزیکی و شخصیتی نیازهای خاص و اهداف متفاوتی رو برای انسان به وجود میاره. برای بهبود کیفیت زندگی، فهم درستی از ویژگی‌های هر دوره سنی و رسیدگی به نیازهای اون بسیار حائز اهمیته. در این راستا، مشاوره‌های روانشناسی، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی و فعالیت‌های سازنده‌ای مانند ورزش و تفریحات سالم هم می‌تونه بهبود کیفیت زندگی در هر دوره سنی رو آسان‌تر کنه. خب ما دوره‌های سنی رو به دوره‌های تولد، طفولیت، کودکی، نوجوانی و بلوغ، جوانی، میانسالی و بزرگسالی تقسیم می‌کنیم. ممنون می‌شیم توضیحاتی در مورد دوره تولد و طفولیت به ما بدید. حتماً در دوره تولد وقتی کودک متولد میشه در والدین، پرستاران یا مراقبان خود احساس خوشبینی و مثبت‌اندیشی رو القا میکنه. حسی که یه زندگی جدید میتونه پدیده جدید و خاصی رو به دنیا بیاره. همینطور مد نظر داشته باشید که در دوره طفولیت که ما بین یک ماهگی تا 3 سالگیه کودک شاداب و سرزنده است و به نظر میرسه منبعی سرشار از انرژی باشه. کودکان در این سن هویایی درونی زیادی رو از خودشون نشون میدن و در تلاش هستن که با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنن، که این مرحله خود نیازمند صبر و حوصله و آرامش زیاد والدینه. خب چه جالب، میشه دوره کودکی رو هم برای ما توضیح بدید؟ خب ببینید، دوره کودکی که ما بین سنین 3 تا 11 سالگیه، کودکان بعد از سن 1 سالگی دارای خصوصیتی به نام خودمداری میشن. خودمداری به این معنا هستش که کودکان میگن همه چیز و همه کس باید گوش به فرمان ما باشه و هیچ کسی حق نداره مخالف ما حرف بزنه. در حقیقت این ویژگی به نوعی هم خوبه، چون به بچه ها کمک میکنه که به سمت استقلال حرکت کنن و وابستگی اونها کمتر بشه، ولی به شرط اینکه به اون جهت داده بشه. یه نکته دیگه این که مهمترین ویژگی این مرحله خودمداری کودک، یعنی قبول داشتن نظریات خودشه. خودمداری کودک یک ویژگی ذهنی در این مرحله است و به معنی خودخواهی کودک نیست. بنابراین والدین نباید به اصلاح خودخواهی کودک اصرار کنند. اما از اصلی ترین ویژگی های کودکان در این بازه سنی که تأثیرگذاری زیادی هم در زندگی اونها در آینده داره
میتونیم به نظم، قوه تخیل، صحبت کردن کامل و مبادرت به دروغگویی اشاره کرد که با هدایت درست میتونیم این چهار ویژگی رو در کودکان اصلاح کنیم. بسیار هم عالی، ممنون از پاسخ خوبتون. خب در مورد دوره نوجوانی و بلوغ و دوره جوانی هم ممکنه توضیحاتی به ما بدید؟ بله حتما. در دوره نوجوانی و بلوغ که ما بین سنین 12 تا 20 سالگیه، رخدادهای جسمی و بیولوژیک بلوغ مجموعه قدرتمندی از تغییرات در فیزیک یک نوجوان ایجاد میکنه و نوجوان از اون پس خودش رو با جنسیت، احساس، فرهنگ و یا شعور معنوی نشون خواهد داد. از ویژگی‌های مهم دوره بلوغ میتونیم به تغییرات فیزیکی فرد و به وجود آمدن ویژگی‌های رفتاری جدیدی همانند غرور و تعصب و بروز دادن عمیق احساسات اشاره کرد. در دوره جوانی هم که ما بین سنین 20 تا 35 سالگیه، جوانان کم سن و سال برای انجام مسئولیت‌هایی که بر دوش اونها گذاشته شده یا در آینده خواهد شد به پشتکار نیاز دارند. مثلا به فکر ازدواج و خونه گرفتن باشند، تشکیل خانواده بدن یا دوستانی برای خودشون داشته باشند یا به دنبال یک کار خوب و مورد علاقه خودشون باشند. این اصول پشتکار و همت در هر کدوم از مراحل زندگی ما که نیاز به ورود به دنیای جدیدی داریم وارد عمل میشن و ضمیر درونی ما رو به نمایش میذارن، به نحوی که میتونیم بگیم در این دوره احساس نیاز حرف اول هدف زندگی فرد رو میزنه. خب در آخر همه ما به میانسالی و بزرگسالی که همون پیری هست میرسیم. ممنون میشیم که توضیحاتتون رو هم در این دوره ها بشنویم. خب در دوره میانسالی که ما بین سنین 35 تا 50 سالگیه، بعد از سالهای بسیاری که در جوانی و دنبال کردن تجربیات برای ایجاد یک زندگی مستقل سپری میشه، مردم اغلب وقفه ای در زندگی خودشون ایجاد میکنن تا تأملی بر زندگی گذشته و پیش رو داشته باشن. اونها در واقع میخوان مفهوم عمیق‌تر زندگیشون رو منعکس کنن تا برای ادامه راه آماده یه سری چالش‌های جدید با تجربیات فراوون بشن. تفکر عمیق، درون‌نگری و تکیه بر تجربیات از ویژگی‌های مهم این دوره سنیه. و آخرین دوره سنی بزرگسالی از سنین 50 تا 80 سالگیه. این دوره شامل دو مرحله به نام‌های اوایل بزرگسالی و اواخر بزرگسالی که همون پیری رو شامل میشه. همینطور در مرحله اول شخص به دنبال پایه‌ریزی و ایجاد پیوندهای عمیق عشق و دوستیه و به دنبال تحقق و تکمیل اهداف زندگی که شامل شغل، خانواده و جامعه هست میباشن. در این دوره شما دیگه فرزندان خودتون رو بزرگ کردید، برای اونها شغل و خانواده ایجاد کردین و تونستین خودتون رو با انجام اقدامات داوطلبانه، مشاوره و آموزش بهتر در جامعه نشون بدین. از ویژگی بارز این دوره سنی میتونیم به منتقل کردن تجربیات خود به دیگران، درک اختلاف بین ایدئال و واقعیت و ادغام کردن منطق با واقعیت اشاره کرد. در دوران پیری، فرد زندگی گذشتش رو بررسی میکنه و معنای اون رو میپذیره. اونهایی که عمر طولانی دارن، گنجینه غنی از تجربیات هستن که میتونن از اونها برای کمک به دیگران هم استفاده کرد. افراد سالمند منبعی از خرد هستند که میبایست با احترام با اونها رفتار کنیم. پس اگه پدر بزرگ و یا مادر بزرگی در جمع ما هست، قدر اونها رو بدونیم که چه گنجینه های بزرگی هستن. بله واقعا، باید قدر این فرشته های زندگیمون رو در کنار پدر و مادرهامون بدونیم. خیلی ممنون از شما خانم کلاکی عزیز بابت این گفتگوی زیبا. امیدوارم که برای شنوندگانمون هم مفید بوده باشه. خواهش میکنم خانم موسویان. منم امیدوارم صحبت هامون برای علاقمندان و شنوندگان مفید واقع شده باشه. به امید دیدار. ممنون از شما، خدا نگهدار. خب یکی دیگه از پادکست های ما هم اینجا تمام میشه. به شنوندگان عزیزمون هم میگیم که اگه سوال و یا پیشنهادی برای ما دارن با ما در ارتباط باشن.
این بود بخش دیگه ای از پادکست از سواد سام بپرس که درباره دوره ها و ویژگی های سنی مختلف صحبت کردیم. امیدواریم که مفید واقع شده باشه. مشتاقانه منتظر پادکست های بعدی و متفاوت ما باشید. به امید دیدار.